چقدر چیز آقای محترم این پیتون میشه گاو میشه میتراشه چه برسه بر روشه آجا بابا اجازه بگیم همه تو میرسه همه تو میرسه ببرین از این تیغه بابا ببرین از این تیغه بابا جان تیغه درجه یک آقایان خانم ها توجه کنید آنم آدم آشکارن و من از سوار ریش زبره این آقا پیتی رو جلو چشم یکی اگه شما ها میتراشه ببرین اجازه بگیم همه تو میرسه تیغه ریز داریم تیغه ایشالله در میاری ای با پشت شرک ها خرفتی نکنی چی کات در نیاد وگرنه خرخرت هم میبرم چیقای بزنشان داریم برای شای بزی چیقای بزنشان ببرین اقا چیقای اولاغ نشان چیقای اولاغ نشان ببرین چه ها تا اونجا که تیگه هم بباره تیر بکنی یک نفرم نمیخرم چطوره یه بسته مجانی بهشون بکنم چیق بیابون داریم این مال تو این هم مال تو ببرین از این تیگه مابر کردن ببرین این تیگه آجیل مسکی باید آجیل مسکی باید آجیل سلام پدر سلام پدرمه سلام سلام معرفی میکنم پدر ستاره همون دختریه که قبلا راجبش با تون صحبت کردم آه بله بله از زیارتتون خوشبختم منم همینطور ستاره همون دختره ایدئال منه پدر متشکرم تو هم همینطور هستم خوبه خیلی خوبه دختره قشنگه ببینم شما با پدر مادرتون زندگی میکنی پدر مادرم اونا به زیارت خونه خدا رفتن بله آها ولی حالا که وقتش نیست بله درسته ولی رفتن به حج تو هر وقت و فرصتی ممکنه پدر مگه نه؟ البته همین که پدر مادر خدا شناسی داره این خودش خیلی قابل اهمیت خیلی ازتون متشکرم پس شما از ستاره خوشتون اومده بله؟ یه دختر به این قشنگی رو میخوای بگی بدم اومده نگفتم ستاره نگفتم پدر از تو خوشش میاد خب دیگه من باید برم امیدوارم خوشبخت بشی خدا حافظ دختر خدا حافظ پدر من نمیدونم تا کی باید تو این چهار دیواری کاگلی بشینم و به بدبختیام فکر کنم تو خودت میدونی من از صبح تا شب جون میکنم تا بتونم شیکممونو سیر کنم آخرش چی؟ با این وضع که نمیشه زندگی کرد دلم میخواست حالا که هیچی ندارم لااقل پاهام سالم بود درست میشه بابا قصتشو نخور آخه از کجا میتونیم 20,000 تومان پول معالجه پامو فراهم کنیم خودت که دیدی دکتر چی میگفت تازه این با تخفیفیه که میدن تو هم واسه چندر قاز پول از صبح علت طلوع میدوی تازه یکیمون گروه دوه میدونم بابا میدونم خدا بزرگه خودش درست میکنه خدا اگه میخواست حالا درست کرده بود آخه چرا باید این آخر عمری من پیر مرد زمین گیر بشم و تو این رخت خواب بیفتم گفتم که خدا بزرگه من میرم بابا دیرم شده بچه ها منتظرم من که نمردم کار میکنم پول در میارم همه چی رو درست میکنم خودم کوچیکتم تو جوش نزن بابا باشه قربونت برم خدا به همراه دختر راستی بابا 10 تومن گذاشتم رو تاخچه تن آدمی کثیف است به جان آدمیت نه همین میگه نه همین لباس زیپدار نشان آدمیت چی دارید میگید بس اونو هاش دارم میاد بگاه کن دارم میاد سلام باز تو دیر اومدی با که چشمون بابا گولی شده از بس دیزه نگو رفته بودی پارتی بله حوصله ندارم سر به سرم نزار شنفتی چی گفت سر به سرش نذارین که حوصله ندارن چی شدن چرا حوصله نداری به نظرم عبوی محترمت باز ناراحتت کرد آره فکر بابام داره دیوونم میکنی از کجا میتونیم 20,000 تومن پول جور کنیم برای معالجش چی گفتی؟ 20
$1,000 برای معالجش پول لازمه. پول؟ آره. پول. بچا بیاین بریم دزدی. دزدی؟ تو با اون شکم گندت میخوای بری به دزدی؟ پس چی؟ فکر میکنی 50 سال دیگه میتونی با پول سیگار فروشی 20,000 تومان تهیه کنی؟ لارشو خفشو، خفشو لارشو، 50 سال دیگه به تو کاری نداری پسر، مخ تو بده ترشکاری، این درست میشه، اما فقط با یک چیز. با چه چیز؟ میگم دعا کنم. دعا بکن. دعا کنم. بکن. ای خدای بزرگ. ای خدای خداوند تبارک و تعالی. تو رو یک آدم پولدار رو بده به ما، این فقر و فلاکت و بدبختی رو بده به اون. امین. آمین. آمین. قربان ببخشید، میتونم یه فضولی بکنم؟ چه بگو، تو که کارت فضولی کردنه. میدونید قربان، میخواستم بگم این خانومی که همیشه با فرهاد خانه و خیال دارن با هم عروسی کنن، اونی که شما فکر میکنین نیست. یعنی چه؟ قربان من واقعا معذرت میخوام که این حرفو میزنم. این خانم که با پسر شما فرهاد خانه یه رقاصه است، یه رقاصه‌ای که توی کاباره کار میکنه. محمد وای به حالت اگه یک کلمه از این حرفا دروغ باشه. اوه اختیار دارین قربان، من اونو با چشمای خودم دیدم که میرقصه. میتونی نشونم بدی؟ اوه معلومه قربان. کی؟ همین امشب خوبه؟ عصبانی نشین قربان، یه وقت فشار خونتون میاد بالا. جونش رفتن حج نیستن که دخترشونو ببینن. پاشو حالا که اومدیم اجازه بدین تا آخرش ببینیم قربان، برنامه بعد نیستن. گفتم بلنشو بریم. بله چشم. صدای کف زدنشون میشنفی؟ ببین دارن چی کار میکنن، سالونو دارن رو سرشون میذارن. من با رقصم تمام کافر رو زیر رو میکنم. به هم ایبول میاری هستم؟ هنوز نه. نه؟ نه. چرا؟ چرا؟ پس چی شد؟ مگه تو نگفتی تا یه هفته دیگه همه کارا رو تموم میکنی و پسره رو میشونی سر سفره عقد؟ چه خبرته؟ تو بیشتر از خود پسر جوش میزنی. آخه من حواسم پی پولای اونه. من میخوام تو زنش بشی و بعدشم پولای آقا پسره رو هاپولی کنیم. پس کی؟ تو که خبر نداری جونی،
پسر پیروز منو به عنوان عروس به پدرش معرفی کرد. عروس آقای افخم. اون یه هنرمند پدر. چرا نمیخواین اینو بفهمین؟ هنرمنده؟ چی لو هنرمنده؟ اون که شب و روز لنگ و پاچش رو جلوی هزار نفر میندازه بیرون هنرمنده؟ اون به درد تو نمیخوره، فقط همینو بس. ای به کار در اینه که شما همیشه به ظاهر آدم ها نگاه میکنین. اون دختر خوبیه. اینم بدونی که اگه خواسته باشین مخالفت بکنین، مجبورم این دفعه حرفاتون رو نشنیده بگیرم. من دیگه بزرگ شدم، من یه مردم پدر. مرد؟ مرد؟ هر کی شلوار پاش کرد مگه مرد میشه بچه؟ اگه امروزی خواسته باشه بدون اجازه من کاری بکنی، یه پاپاسی هم بهت نمیدم. من به ثروت شما هیچ احتیاجی ندارم. من قول دادم و سر قولم هم هستم. تو قول دادی ولی یه ذرم فکر نکردی. فیتیله این کار از گوشت باید بکشی بیرون. تو هیچ وقت نباید این کار بکنی، میفهمی؟ هیچ وقت. پشیمون میشی ها آقا جان. تیزه. سلام عرض میکنم قربان. تیک بدم روی شدر جانم. آی بابا اگه نداری نفر بی انصافات یه دونش هم نخواهیم. دیگه کسی جراب پاش نمیکنه. بابا من گرم باج میرم. از این بزرگ 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 باج آوردم. چی؟ آقا جراب باد بردم. باد بردی. باد بردی. باد بردی. ای باد چه خاک بر سر بشد. آهای آقا یونا. آهای آقا بگم. یه دادن ما را هم بکن ببین باد برده. بابا سرفین فیل چه بنده بادش خالی شه حال جون. اصلا اقلا نزید تیک ها ببنی روی شما بارکتونه بتراشی. بشکن. کمبالیش کن که بذاری. حافظ آقا کجا؟ اینجا کجا؟ مروبت کجا؟ آتفه کجا؟ من که نایدم ایتون. بگه چه هست بیده چه کنی؟ آتفه هم یا اون کاف جمشیر هندی میرم. یه فکری کردم به هیت بیده شکر گمه. خب پولی رو میکشیم این شریف. آیا من؟ منو؟ مگه من چی کار کردم؟ عجب خریو. خری راست راستی که نه؟ مثلا میمیم. دروغ دروغ باش کنترل کنم. آخه من بلد نیستم. من تشکر دیرم. آراسی مردی و کم کم یاد. آراسی مردن که بچه ها گریه کنیم واسه گوله گوله عشق بریزی عزاداری کنیم. ای خل تو پول آقای بوشیکم گنده کار پردن نبود که درقی به دیر گیره بقا تو این گیره در به در کنیم. آقا جره مردی آقا جره مردی بر آقا بر کمک کنیم. کمک کنیم شاید نمده بشه. آقا یارم پول بدین آقای باز که اینا مرکه گرفتن یک دل من میخوام بچه 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 ببینم بچه 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 الان خودم با این باتون زندت میکنم. زنده میشی یا زندت کنم؟ زنده میشم سرخاشون، زنده میشم. آقا جوراب بدم. نه جونم نمیخوام. آقا جوراب بدم. نمیخوام دختر جون. جوراباش خیلی خوبه، هر رنگی هم که دلتون بخواد دارم. نمیخوام بابا جون. شما یکیشو بپوشین اگه نخواستین بعدم بگین نمیخوام. این جوراباش خیلی علاست، هر کی خریده مشتری شده. آقا زبون سرت نمیشه. یه دفعه گفتم نمیخوام. آقا اگه شما یه جفت جوراب ازم بخرین من کلی خوشحال میشم. آخه من باید بابای افلیجمو نون بدم. چش قربون. بفرمایید این رنگ خوبی، رنگ ساله. ایسه بدین بازم دارم. این خیلی قشنگه، به کرواتتون هم میاد قربون. سب کنیم بازم دارم. آها بفرمایید قربون، این از همش بهتره، به رنگ لباساتون هم میاد. متشکرم. روزی چقدر کار میکنی؟ به اندازه بخور نمی. دوست داری یه کاری بهت بدم که درآمدش از این بیشتر باشه؟ نه آقا خیلی ممنون، حتما عوضی گرفتی. پول جوراباتون جفتی 5 تومن میشه.
فکر بد نکن دختر جون. من مثل پدرت میمونم. اگه بهت پیشنهاد یه کاری دادم فقط به این دلیل که میتونم میتونی از عقدش بر بیای. ببینم سواد داری؟ میتونم بخونم اما خوب نمیتونم بنویسم. بسیار خوب. تو فردا بیا دفتر کار. اونجا با هم حرف میزنیم. ولی من تنها نیستم. میدونین آقا؟ خیلی خوب، خیلی خوب. با هر کس که دوست داری بیا. بیا. این هم آدرس منه، بولوار ساختمان 777 طبقه 20. این مردی که این سخنون مالویه بی سادگی از خیرتون نمیگذرم. حتی یک قدم نباید جلو بره. آره بلش کن بابا. رومه دیگه اخیش قیافه موشی چی پلاسیده شدش. چه صندلی نرمیه. خب چی دوست دارین بگم براتون بیارم؟ من چای با شیرنی مربایی. چای بزرگ با شیرنی مربایی گنده. یه چای بزرگ با چند تا شیرنی مربایی گنده. میگم این دفتر به این قشنگی مال خودتونه؟ آره عزیزم. این ساختمونه به این گندگی چی؟ آره عزیزم. بفرمایید خانم. به به خیلی ممنون. نوشه جان، نوشه جان. این نونه با میره چه میبریم این نوشه چیه؟ باره ما هم میره. سلام عرض کردم، ببخشید آقا تشریف دارن؟ معذرت میخوام، جلسه دارن، نمیتونن کسی رو بیارن. بهشون بگین این چهارمین مرتبه است که ما اومدیم خدمتشون برسیم ولی تشریف نداشتن. خواهش میکنم حتما بهشون بفرمایید قرارداد رو امضا کنن. یادتون که نمیره. یعنی میزنی؟ خدافظ. تو قله. خدافظ. ها؟ تو چی فکر میکنی؟ من؟ آره. من فکر میکنم دارن کوفته برنجی میخورن. ای الهی که تو کوفت بخوری. سه تا نر آدم اینجا نشستیم و اون دختره ناموسمون رو با دستای خودمون فرستادیم به اون تو. حالا کیه برا اون تو اونا در آره از اون تو. خودم کردمشون تو، خودم در میرم از اون تو. مومین تو باید به هم دیگه بریم اون تو. سه نفری در واز کنیم قضیه رو فیشتری بدیم به فکرش. آفرین کاملاً صحیح هست که درست هست. بنا مون مردمانی هستیم متعصب، غیرتی و شرافت. به شرافت باید این دنبال قیمت بفرمیم. باز چی شده آقایون؟ خواهش میکنم، شلوغ نکنین، خواهش میکنم. شلوغ پلوغ نکنین چیه خانم جان؟ شلوغ پلوغ چیه؟ ما نمیتونیم اینجا بنشینیم اون وقت اون تو باشن. آخه جلسه دارن. جلسه؟ هرچی تعداد در جلسه بیشتر باشه که بهتره. آخه جلسه بی جلسه بشن در تو مالا شده. نمیشه خبره؟ چی شد آقایون؟ مگه دیوونه شدی؟ ببخشید. ما یادمون رفته بود دوستامونو بهتون معرفی کنیم. میدونین ما هممون با هم کار میکنیم. یعنی همه چون با هم دیگه کار میکنیم، هممون با هم دیگه همکاریم. چون ممکنه خدای نکرده به بازار بد بمونه. یعنی شما محافظش هستین؟ آره ما محافظش هستیم. اون وقت با هم نسبتی داریم؟ خواهری، برادری؟ بله قربون، ما خوار برادر هستیم ولی از پدر جداییم، از مادر سوا. خوبه، از آشنایتون خوشحالم. بفرمایید بشینید. بفرمایید. خوشحال شدم. شما خوشحال کنید بچه‌ها. چون باچه بزنید در حضور آقا. چون باچه بزنید. خانم شما بفرمایید. یادتون باشه من امروز جلسه دارم و کسی رم نمیپذیرم. اطاعت میشه قربون. سمینارم داریم درزیم. راستی یادم رفت، میگم که بگو عزیزم، هر چی میخوای بگو. آقا اگه لطف کنین و یک کاری به این بچه ها بدین، من قول میدم که خیلی خوب از عهدش بر بیام. بله ما ضمانت هم داری. راست میگه، من ضمانتو نمیکنم، ضمانت علی شلی با من. بنده هم ضمانت نو تو پل بپل را میکنم چون آدم بیچاره. من ضمانت ایشونو میکنم. به این حرفا احتیاجی نیست آقایون. من به حد کافی به اندازه همتون کار دارم، به شرطی که خوب انجامش بدید. خاطرتون جمع باشه، هر کاری که بگین میکنیم. خیلی خوب. ببینید، من یه پسری دارم که یه خورده ناقص العقله. دلم میخواد شما یک پلیتیکی بهش بزنین تا
تا اون دست از کارش برداره. میدونی؟ ببخشین آقا، جسارت پولیتیک یعنی چی؟ پولیتیک یعنی کلک دیگه. خیلی درسته، ما که اهل کلک نیستیم. این به صلاح شما. چه؟ خدا به سر شاهدم، ما که اهل کلک نیستیم حضرت ها. درسته. مومنتو خواهش میکنم، شما ها دیگه نکنید، ساکت بگیر میشین. تو هم ساکت خفه خون بگیر ببینیم چی میگه. ولی من یک نفر پولیتیک هم. من میخوام شماها نقش یک آدم میلیونر رو بازی کنید. هر چی هم که لازم باشه میگم در اختیارتون بذارن، لباس، ماشین، بیلا، خلاصه هر چی که لازم باشه. شوخی میکنی؟ نه نه، کاملا جدی میگم. آخه واسه چی؟ ببین عزیزم، هر کسی یه دردی داره. درد منم اینه که پسرم یه کمی احمقه. بلا نسبت حضرت آقا، چرا؟ برای اینکه عاشق یه زن رقاصه احمق تر از خودش شده. منم تصمیم دارم به هر قیمتی که شده میونه اونها رو به هم بزنم تا این پسر دست از سر زن ورداره. بنابراین اگه مریم بتونه نظر اونو جلب کنه دیگه کار تمومه. ولی من نمیتونم. میتونی، خوبم میتونی. تو دختری هستی خوشگل و جوون و اگه دلت بخواد میتونی و میدونی که با هر کس چجوری رفتار بکنی که ازت خوشش بیاد. ولی آخه میدونین من فکر همه چیزشو کردم. بابت این کارم اگه موفق بشین 50,000 تومان بهتون پول میدم. 50,000 تومان؟ من اگه این بهارم به هم رو بلنشو دوست عزیز، بلنشو کاتل بیاریم. یعنی با این پول من میتونم با اومو معالجهش کنم. معلومه، شماها قبول کنین. من همین فردا صبح باباتو با اولین هواپیما عازم اروپا میکنم. قول میدم. یعنی من باز برم خالجه؟ آره بابا، عوضش ایشالله خوب میشین و برمیگردین. ولی آخه من باز بدونم تو این پولا از کجا میخوای بری؟ شما دیگه کاری به کارا نداشته بودی. خدا این طور بشه. خدا زد از آمده به شکر. ولی آخه دختر جون، من تا خودم جمع نشه تو این همه پول از کجا میخوای فراهم کنی محال از اینجا برم. آقا چون به مرگ مادر مادرت ما برای آدم خرپول کار میکنیم. درست میگم یا نه؟ چی داری میگی؟ حرف دهانت بفهم. خرپول نبود پولدار. خیلی هم مرد نازنینی هم، مگر نه؟ آج میگه تو خجالت نمیگه که پشتش در یه مرد شریف بود؟ ممنتو جفتتون ممنتو. حالا ما یه غلطی کردی بادی توی سکه یه پولمون بکنی. خیلی خوب باشه، به هم دیگه میرسیم. دیگه نه من نه شما. شما بابا نفهمیدم، حالا دیگه برو بابا ما اخی شدی؟ اخی بوده بازم که من میفتی، حالا میبینی نه اشکار من باد بکشه. هر کس به قطر فهمش فهمید مدعا رو. دعوا نکنین، قضیه رو به من بگید. ما هممون توی شرکت بزرگ کار میکنیم. رئیس اون شرکت قبول کرده که به جای پول پیشقسطمون شما رو بفرسته خارج تا پاهاتون رو عمل کنیم. یعنی من پاهم خوب میشه؟ آره پدر، آره. صبح خیر پدر. صبح خیر. کجا صبح به این زودی؟ والا میخوام یه خورده درس بخونم. پس امتحاناتت شروع شده؟ بله، ولی هر چی میخونم چیزی نمیفهمم. برای اینکه فکرتو به درس نمیدی، وگرنه چرا نباید بفهمی؟ آخ جوی چی جایی باسفایی؟ تفیش خوب. هی سلام. سلام، یه رقه نمیانی تو یه قهوه بخوری؟ چرا الان میای؟ اونه کی هم پدر؟ همسایه های جدیدمون هستن، تازه اومدن. میشناسیشون؟ آره، پدرش یکی از دوستای قدیمی من بود. الان چند ساله که اروپا زندگی میکنن. دخترشو با 3 تا مستخدم یه مدتی فرستاده اینجا. با 3 تا مستخدم؟ خب آره، 3 تا مستخدم برای خانواده اونا چیزی نیست.
مواظب رفتارت باش، این از اون دخترای معمولی نیست. معرفی میکنم، پسرم فرهاد. خیلی خوشبختم. منم همینجور. خواهش میکنم. راستی ببینم، از این خونه راضی هستی؟ آره خوبه، ولی میدونین حیف که چه ویله نداره. چی فرمودین؟ آخه من چند تا اسب قیمتی دارم که دلم میخواست میتونستم اونا رو بیارم پیش خودم. به نظر تو رایی هست که خانم بتونن اسباشونو بیارن اینجا؟ اسباشونو؟ خب میتونم بیارن تو اتاق خواب بنده. من از ساحه بر میگردم، میبخشید. خوردم زمین، آخ خدا جون، آخ بام، آخ وای 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 مردم خدا جون، اینجا 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 بالاتر بالاتر کدوم بالاتر؟ مثل که داره موفق میشه و دختر نگو بلا بگو، دست پرورده خودم و داره موفق میشه، رفتن تو قسمت لومبه. آخ آره آره اینجا اینجا؟ خب حالا چی؟ حالا حالتون بهتر؟ گوش کن ستاره، دلم میخواد شب که تو کابر دیدمت به هم بگی دیوونش کردم، باشه؟ مطمئن باشه عزیزم. میمردم، آخ درد میکنه، دلم داره زخم میره. فرهای سلام. حالی چطوره؟ نکن، خانم کی باشه؟ اون کسی نیست. بیا بیا بریم. میدونم میدونم، ولی تو هم نباید به این زودی ناامید بشی. این جلسه اول بود، تا اگه به همین شکل جلو بری قول میدم موفق میشه. کاملا درست است که سعی از خود این چند سعی تو دیگه لال شو خوش هم لال بشو و هم خفخان بگیر. درست عرض میکنم این صلاحیت احسان نظر نداره. الان عرض میکنم حضورتون، مردی که با این هیکل گامبو نتونی یه نیم رو درست بکنی که حق اظهار نظر نداره. این تو تمام کتابای دنیا نوشته. اینا دارم با شما شوخی میکنم. کسی که نمیتونی یه نیم رو با دو توپ درست بکنه صلاحیت احسان نظر نداره. اینو در تمام کتابای نیم رو نباید نامید شما. اینو که پیشرفت کردیم عالیه، باید ادامه داد. ولی آخه اون زنه حسابی هوش و حواس این پسره رو برده.
به قول مسئله معروفی که گرسن پولی زیگوره ترالبا سازم. بنده با اجازه شما میام حضورتون و کار فیصله رو دارم. شما خدا قربان از تصمیمی که گرفتین منصرف نشین. نگذارید دوباره ما به سوی فلاکت بیفتیم. ای بانوی خوشقیافه، با اجازه جناب آلو میخوام دو کلمه شعار بدم. بیا لطف کن در حق این پیرمرد بدبخت زبان اون رو بخورید. شما تا خودم بچس تو باید این کارو بکنید. ادامه بده. بیرو حرکت دوباره بیارید. قربون وای شدن تلفن. خیلی خوب کلافا نکنین. خیلی خوب. برابو کاتی کود. الو الو سرطایی خواهش میکنم حرف بزن، حتی لوس نکن، اگه حرف نزنی قطع میکنم. آه بخواب شیطان. الو سلام. سلام شما منو نمیشناسی؟ اول اسمم میمه. او چرا چرا شناختمتون، اول اسمتون میمه. عزیزم نصف شبی تلفن میکنی که اول اسم من میمه؟ جان من چرا مردم آزاری میکنی؟ چرا این با من چیکار داری؟ خوابم نبرد، گفتم یه زنگی به شما بزنم شاید یه راه حلی به نظرتون برسه. والا من دکتر نیستم، ولی مثل اینکه یه 30-40 تا قرص خواب‌آور بتونه شما رو معالجه بکنه امری نیست؟ نه ولی میخواستم بیام. شب بخیر خانم. خیلی خوب بابا، دعوا مرافر رو ننداز، اسباب کشه می کنی؟ پشت پول هایی رو هم که گرفتیم میبریم دو سکت اسباب کشی کنیم آخه چه؟ بله خب بله راست میگه خرس گندی، وقتی چهار تا نرغول نتونن از پس یه برغول بر بیان میخوای بازم اینجا لنگر بنزن احمق اولاق هم مگه منو نمی خوشی؟ منو بخوام از اینجا برم؟ که باید فکر کرد، یعنی مومنی تو کاملا صحیح هست که درست است. باید فکر کرد، باید فکر کرد. چی باید فکر کرد؟ زفری مور موردشو صدا تو ببرن یافتم، بدش به من. چی بده؟ عجب خریه میگم یافتم میگه بدش به من. گوش کنیم بچه ها، گوش کنیم. یه مهمونی ترتیب بدیم به جان مادرم، یک مهمونی ترتیب بدیم پسر و نامزدش هم میان اینجا، اون وقت ما میدونیم با نامزد پسر یک بلایی سرش میاد که حس کنی بجان تو. خب اگر نیومدم چی؟ اون دیگه با پدر است، خودش ترتیب همه کارا رو میده. والا من هر چی فکر میکنم میبینم نمیتونم به این مهمونی بیام. شما میدونید که من آخه چرا؟ این بی‌ادبی نیست که تو جمع مهمونا نباشی؟ خب من امشب با ستاره قرار دارم. خب ستاره رم بردار بیارش، این که دیگه کاری نداره. میترسم اون نیاد. وقتی تو بهش بگی حتما میاد، چرا نباید بیاد؟ ببینم چیکار میتونم بکنم. میرم یه تلفن بزنم. صبا خونه با کبی کشم گوشتی آخر جمع باش، من مواظبم جان عزیزت، مواظبم. بقیده من یه دختر و پسر از نظر خانوادگی باید توی طبقه باشن تا بتونن با هم زندگی خوبی رو شروع کنن. نه من کاملا مخالفم، من میگم اگه عشق بین دو نفر باشی دیگه بقیه شرطه. ولی خب به این سادگی هم نیست، خانواده، اخلاق، معلومات، رفتار، هر کدوم از اینا سهم عمده‌ای در من نداشته باشی که نمیشه بفرمی. خانم گفتن میل ندارم. بفرمی، خواهش میکنم اجازه بدیم بخورم. اصرار نکنید، بفرمید بخورم.
کجا میری؟ میخوام ببرم سربازش رو درست بکنم. تو همینجا بمون، من میبرمش. بعد مهمونه رو تنها بشه. ولی شما که آخه هیچ مانعی نداره، برو تنها برو. فراد خان من واقعا از وضعی که پیش اومد متاسفم. مهم نیست، ایشون همون نامزدتون بوده؟ بله. چطور میگه؟ هیچی، همینطوری پرسیدم. شما نمیرخ. میخواست که این بس پیش بیاد و بره با اون دختره برخصه. کدوم دختره؟ اتفاقا دختر قشنگه. بیاییم بریم. طبق محاسبات و تجربیات بنده، اون دختره اونقدر پر رو و دقیقه که به این زودی میدون را خالی نمی کنه. بله، یعنی میدونی این دختره میدون خالی نمی کنه، پس ممین بود. مهم نیست، پیش روی که یهو نمیشه. ذره وجب به وجب باید جلو رو. من از برنامه دیشب خیلی خوشم اومد. حالا میگین چی کار کنم؟ امشب با هم میریم همون کاباره که ستاره اونجا برنامه داره. من کاباره دوست دارم. تو چی میگی؟ اتفاقا کاباره مجانی هم بد چیزی نیست. این گامبو درست میگه. به نظر من لازمه با نیروی کامل بریم اونجا که نتیجه کاملی بگیریم. برو کنار، من کاملا با تو فوق موافقم. به مرگ مادرت. تو میگی اگه بخوام دروغ بگم، عین این برنامه رو من تو خودی ایتالیا با سوفیا لورن پیاده کردم. جینا لولو اصلا صداش در نمیاد، اصلا نگفت آخ به مرگ. درسته، من شاهد بودم. به شرطی که قول بدیم مثل آدم باشی. فهمیدی خانم؟ فهمیدن آدم باش، آدم باش، فهمیدی؟ آدم. خاطرتون جمع باشه، من از هر جهت مواظبتم. هر اتفاقی هم که بیفته خودم پاشوایی میستم. و جان عزیزت قسم. اومد گیری کمه از
هستی مگه نه؟ آره من که خیلی خوشم میاد. از من چطور؟ خواهش میکنم درست بشین. بله یعنی اون حسودیش میشه؟ خب معلومه. به اصفتر این بردار که اصفه تو هم حرف دهن گشاده تو بفهمی یک بیری با منی جنگ مغلوبه شد تو برو خواهش میکنم پدرتو در میارم من دیگه خسته شدم واقعا از این بس خسته شدم ناراحت نباش عزیزم مطمئن باش من همین امروز موضوع رو با پدرم در میون میذارم حرفتو باور کنم خب معلومه خب دیگه من باید برم خوب نیست اینجا باشم خدافظ قربونه تو ستاره همه چیزو شنیدم واقعا به تبریک میگم عالی بود فایدهش چی؟ اون دختری جعلقو ندیدی؟ چرا؟ ولی هیچ میدونی اگه اون نبود این وضع پیش نمی اومد؟ دیگه از این وضع خسته شدم میخوام سر به تن فرهاد نباشه تا کی تظاهر بکنم همیشه گفتم حالا میگم من واقعا عاشق تو هستم تو از من میخوای زن فرهاد بشم هر کاری بگی میکنم فقط از من جدا نشو محکم نقلم ماچم کن عشق خواهش میکنم فشارم بده عشق من ماچم کن من یه کار موضوع بستم تو مثلا فرهاد احمد میگه به قول میز برکم خان رفیق سیفولو خان دندون رو باید گرفت گوشت رو جگر و بعدم یهو یه فشار داد فشار که میدونی چی ولی اون فردا میخواد باش عروسی کنم عروسی بکنم مگه کش کش جون من میمیرم واسه کش تو پول میگیرم یه خط میکنم خفتو خفشو اکتا پول برای فکرش باید فکر کرد یه نقشه حسابی باید کشید بالا و پایین چپ و راست که اصلا مولای دردش نره مودا پیدش کردم یک نقشه حسابی از یک فکر حسابی که درسته که پیاده میشه میتونی مثلا سوارش بریم و کار تمامه آقای مامان تو هر نقشه دوری باید قبل از این که خطبه عقد رو بخونن انجام بدی وگرنه کار تمامه بلکه مادرش ممین تو بسم الله الرحمن الرحیم عروس خانم آیا موافقید که شما را به عقد ازدواج دائم جناب آقای فرهاد خان داد خبرم جواب بده عزیزم یه چیزی بگو تکرار میکنم عروس خانم یا بنده وکیلم که شما را به دائم آقای فرهاد خان در بیاورم؟ نه چی؟ کجا داری میری؟ باتا بایستا چرا داری فرار میکنی؟ بایستا ببینم تو؟ آره آره من تو از جون من چی میخوایی؟ چرا نمیذاری بری تا من به زندگیم برسم؟ نمیتونم نمیتونی؟ چی رو نمیتونی؟ تو زندگی منو به هم زدی داری آینده منو خراب میکنی آخه واسه چی؟ چون اشتباه میکنی من دلم نمیخواست اینطوری بشه واقعا دلم نمیخواست اینطوری بشه فقط همین؟ خیال میکنی کار آسانیه؟ من دلم میخواد تو با اون عروسی کنی چرا؟ نمیدونم چرا شد نمیدونم ولی اینو میدونم که من دوست دارم تو چی داری میگی؟ نمیدونم میدونم و
تکون ندی. چه وا نمیشه. یه خود جوش میبینم چی داری اون تو؟ چیزایی داری تو توبره. ما چی از جون من میخواد؟ همین از سوال بنده خدمتون عرضه میدارم. توپول مرد. بله، آشمت حضورتون و از جناب آقای. خیلی خوب بس توپول. بس کافی نتمر خودم برسون میشونم. احتیاجی به عرض جناب نیست. آشمت حضورتون که ما به این دلیل شما کتبن کردیم که با زبرت سایلین داد و بعدم ببینیم چی شد. شما رو از این بند رها میکنیم که قول بدین بعد از این مزاحم خانواده فرهاد و شخص آقای فرهاد نشید. مسخره است. این مسخره است. سه تا دلغش مسخره دست پای تو رو بستن و یه دختر مسخره رو جای تو نشون از سفره عقد. خنده داره. خنده دار یا گریه دار؟ قضیه همین بود که گفتم. خب چی کار میکردم اگه من بیارزم بگو یه کس دیگه این کارو بکنه؟ که اینطور باشه. باشه ستاره، هر طوری که تو بخوای. گوش کن، من واسه خاطر تو هر کاری بگی میکنم. زنایی مثل ما خاطرخواه نمیشن، اما وقتی هم شدن تا پای جون میرن. ازم دلخور نباش، من خاطرخواتم. خاطرخواتم، بغلم کن، بغلم کن. هر کاری بگی میکنم، اگه بخوای دنیا رو آتیش میزنم. تو میخوای من زن فرهاد بشم، میشم، ولی در حقیقت مال تو هم. اما طولی کشی که اون سر به نیش میکنم، بعد دوتای پولاشو بالا میکشیم، میر به نیف دنیا با هم عشق میکنیم. من همه این کارا رو فقط به خاطر تو میکنم. گیرم این دفعه هم سرمو خورد به سنگ، اما اون پسره مثل مون تو دست منه. هر کاری بخوام باهاش میکنم. تو فقط بغلم کن. تموم راهو، تموم راهو به جون اومدم. شاید 10 بار باید با ماشین داغون میشدم، اما چشمامو بسته بودم و پامو گذاشته بودم روی گاز. این خیالم نبود که چی به سرم میاد. فقط میخواستم به تو برسم و بگم معذرت میخوام. اما تو زن، تو چرا اینطوری با من تا کردی؟ چرا؟ گوش کن بیدک و پوز، تو هم اگه مثل آدمیزا دارون باشی سرت سالم میمونه، وگرنه گردن تو میشکنم. روشن شد؟ اما تو لیاقتت همینه که هست، همینه که توی لجن دست پا بزنی و توف آدمایی که با زندگیشون بازی کردی از سر و رود پایین بریزه. اگه بخوای دنیا رو آتیش بزنم. تو میخوای من زن فرهاد بشم، میشه، ولی در حقیقت مال تو. اما تو یه نمیکشی که اونو سر به نیست شده. تو توی پولاشو بالا میکشی، میرین یه طرف دنیا رو آتیش. بله، خودم هستم. چی؟ تصادف کرده؟ کدوم بیمارستان؟ متشکرم آقای دکتر. نگران نباشید، یه حالت شوک بهش دست داده، خوب میشه. یعنی میتونی ببریمش دکتر؟ بله حتما، ولی اگه یکی دو ساعت اینجا استراحت بکنه بهتره. خیلی متشکرم آقای دکتر. خواهش میکنم بفرمایید اتاق رو. دکتر لطفی بفرمایید. شما؟ نه عزیزم، تو باید استراحت کنی. من خوبم، تاریم نشده. ولی شما چرا؟ این چه حرفی فرهاد؟ وقتی پدرت بهم گفت تصادف کردی، نمیدونم تو اینجا رو چطوری اومدم. من نمیدونم چطوری ازت تشکر کنم مریم. متشکرم، تشکر لازم نیست. کمکم کن، کمکم کن مریم.
میخواستم راجع به مسئله مهمی با تون صحبت کنم. آه پسرم، چیه؟ این دفعه دیگه با فکر اون دختری رو که میخواستم پیدا کردم. هستی؟ خب، مبارکه، اون کیه؟ میدونم که شما منو میشناسین و با ازدواج ما موافقین. راست میگی؟ خب بگو ببینم کیه؟ مریم پدر. مریم؟ بله پدر، فکر نمی کنم این دفعه دیگه مخالفتی داشته باشین، چون خودتون به معرفیش کردین. آره، ولی میدونیم انتخاب همسر کار همچین سهل و ساده ای نیست. آدم نباید عجله بکنه. میدونیم پدر، من تمام فکرامو کردم. واقعا تصمیمم اینه که یا مریم یا هیچ کس. و باید بگم از شما متشکرم که باعث آشنایی ما شدین. خب دیگه من باید برم. خداحافظ. خداحافظ. اومدم درستش کنم، بدترش کردم. چرا؟ چرا نمیتونیم ازدواج کنیم؟ نمیتونم. من واقعا میترسم. میترسی از چی؟ منو چون خیلی زود با هم آشنا شدیم فراد، هنوز همدیگه رو خوب نشناختیم. این چرفیه که میزنی. وقتی ما همدیگه رو دوست داشته باشیم دیگه هیچ اشکالی باقی نمیمونه. میدونی فرهاد، من نمیخواستم اینو بهت بگم، ولی مثل این که داری مجبورم میکنی. پدر مادرم میخوان منو به یه جوون دیگه بدن. پدر مادرت؟ این تویی که میخوای ازدواج کنی نه اونا؟ درسته، ولی نظر اونا هم شرطه. خب من باشون صحبت میکنم و رأیشون رو میذارم. میدونی که اینجا نیستم. بالاخره برمیگردن، منم با پدرم صحبت میکنم و کارو تمام میکنیم. فرهاد، واقعا دوستت دارم، ولی ولی نمیتونم. اینو که میگم قبول کن. آخه چرا؟ نمیدونم، بین منو تو خیلی فاصله است. من تو پس چرا نمیاد؟ اون آش داره میاد، اصابه دست داره میاد. داره خودشه. اون آش آش خوب شده، میتونه راه بره. پدرم بچه ماما جون، ماما جون، خدا رو شکر که دوباره تو رو دیدم. شما خوبی بچه ها؟ قربونت، مومنتو پدر، مومنتو گیرمون برای تیه ریزه شده بود. کلا سلیقه منه، بده خطت آقل. این مثل همیشه دروغ میگه. برو بذارش تو ماشین، بفرمی سوار شید. کدام ماشین ها؟ آره شما بیاین، قضیهش خیلی مفصله، به اندازه یک کتابه. باشه، خواهش دارم، تو برو از اون بر. بایستی بچه سوار شد. این ماشین به این مالی کیه؟ کرایش کردی بابا، کرایش کردی. ای با پدر و مادر و آدم دروغون نعلات بگو باشه، این کرایه ای باشه. شما همش میپریم به من. گفتم بیا خط. بابا جون، من که بهتون گفته بودم که یه کار خوب پیدا کردم. این ماشین هم مدیر شرکت رو بهمون دادیم. آها، ولی آخه میدونی خیلی عجیبه. بفرمی سوار شید، اگه سوار شده سر میرسه. بفرمی سوار شید، بعدا برای تعریف میکنم. لفتش میدین، از اروپا اومدی خیلی لفتش میدی. بابا برو بالا. جامت همچی ماشینی ندیدی. بریم با خدا پسیم. تو که میگی من تو هم میای. تو دیگه میای چی کار؟ ببین دختر جون، دلم نمیخواد فکر بد بکنی، ولی خودت باید قبول کنی که ازدواج تو و فرهاد عاقبت خوبی نمیتونه داشته باشه. میدونم، من خودم هم دلم نمیخواست اینطوری بشه، ولی من واقعا دوستش دارم. ببین عزیزم، من با پولی که بهت دادم میتونی خوشبخت بشی، حتی ماشینم هم بهت میبخشم. نه متشکرم، ماشین نمیخوام. اون پولا رو اگه خرج معالجه پدرم نکرده بودم مطمئنم بهتون پس میدادم. دختر جون، این پولارم بگیر، هر کاری دلت خواست بکن. نه، درسته که من دختر فقیر هستم، ولی حاضر نیستم عشقم رو با پول عوض کنم. ولی تو با این فداکاریت آبرو و حیثیت خانوادگی منو نجات بدی. میدونم، شما باید منو ببخشی. نه، این چه حرفیه میزنی؟ این تو بودی که پسر من از دست اون رقاصه نجاتش دادی. حالا هم ازت میخوام که یه قولی بهم بدی. چه قولی؟ سعی کن هیچ وقت فرهادو نبینی.
اگرم دیدیش بهش روی خوش نشون نده. قربونت تو یه ساعت دیگه من از اون خونه میرم. تو یه ساعت دیگه بده فرهاد. این چند روز خیلی به ما خوش گذشت. خدا حافظ خانم. قربان اونا نیستن، خونه رو تخلیه کردن. کجا رفتن؟ نمیدونم، فقط این نامه رو دادم که بدم بهتون. فرهاد من چاره‌ای جز جدا شدن از تو نداشتم. من از یه خانواده فقیر هستم ولی تو به یه خانواده ثروتمند تعلق داری. راستش آشنایی من و تو یه نقشه بود، نقشه‌ای که پدرت به خاطر جدا شدن تو از اون رقاصی کشیده بود. ولی من بدون اون که بخوام عاشق تو شدم. ای کاش نمیشد. همیشه دوست دارم. چیه فرقا؟ اونا کجا رفتن؟ چیا؟ من مریمو میگم. من نمیدونم. شما همه چیزو میدونین. تمام این کارا رو هم خودتون کردین. من نمیدونم اگه ستاره بد بود خب اینه که دیگه خودتون معرفی کردین. پس چرا این کارو میکنین؟ من کاری نکردم پسر جون. گوش کنین پدر، من نمیتونم به میل و دستور شما عاشق بشم. قبلنم بهتون گفتم یا مریم یا هیچ کس، یا مریم یا هیچ کس. پس به هم بگین کجا فرستادینش. باور کن من نمیدونم کجا را. حالا که نمیخواین حرفی بزنین من خودم پیداش میکنم، ولی اینو بدونین که کارتون پسندیده نیست پدر. هر حال خودم مشکل گشتم.
که نشدین خانم؟ نه چه مریم ببخشید مریم سب کن مریم خواهش میکنم بایستم مریم بایستم از سر دارم مریم بسته باز کار دارم من هیچ کاری باید ندارم مریم تو چرا اینقدر عبس شدی من الان چند روزی که دارم دنبالت میگردم مگه تو مرا دوست نداشتی دیگه همه چی تموم شد من برای معالجه پدرم به پول احتیاج داشتم برای همین مجبور بودم که اون صحنه رو بازی کنم بس تو دروغ گفتی؟ دروغ نمیگفتم دلم هم نمیخواست که به این وضع ادامه بدم ولی من اومدم که تو رو برگردونم من میخوام با تو ازدواج کنم ازدواج خواهش میکنم مزاحم نشو اون پیر مرده رو که اونجا میبینی شوهرمه شوهرت؟ آره برو دیگه خدافی سلام بابا سلام دوست من میرم قهوه خونه کار دارم باشه یه قلیون هم باشه ما بیاشتی آخه اومده باز خلاشه بذاره بالاتر دختر خوبی تو خط افتادی دام علیک منی منی خیلی خوش اومدی چه عجب خیلی خوش اومدی مشمتی یه مطلبی هست که میخواستم بهت بگم آه چیه ببین مشمتی خودت میدونی که 15 سال ما با هم سلام علیک داریم آبروی تو آبروی منه
ما با هم نون و نمک خوردیم، دلم نمیخواد مردم هرچی به زبونشون میاد پشت سرت بگیر. پشت سر من؟ نه مشتی، پشت تو نه، پشت سر دختره. دخترم؟ مگه چی شده؟ تو خودت خوب فکر کن، چطور ممکنه یه دختری یه مرتبه اون همه دم دستگاهو به هم بزنه و بعدش هم اون همه پول خرج معالجه تو بکنه؟ تو فکر میکنی این همه پول از راه حلال به دست میاد؟ دیگه نمیخوام از این حرفا بشنفم. والا شنیدنش بهتره نشنیدنش مشتی. آدم باز یه جا آورو داشته باشه. 60 سال آزگاره که کسی تو رود وای نشده و بگه بالای چشم دبروز. چرا باز حالا مردم این همه پشت سر لیچار بگن ها؟ اون میگفت توی شرکت کار میکنه. رئیس شرکتش هم یه پیر مردیه که یه پاش نبه گوره. دیگه از این حرفاش گذشته که بخواد حق سوال کنه. باید از همین پیر مردا ترسید مشمیتی. مگه قضیه میرزا رمزون با اون دختره همسایشون رو فراموش کردی که چه قشقرقی توی این مردا انداخت؟ یه برادر نگو این حرفا رو. تو راستی داری دختر منو یه هر جایی میدونی؟ با بلو نسبت واسه این که همه میگن، همه غلط کردن که میگن. مشتی به خدای لا شریکت، اگه یه رفی دیگه هم چه حرف گرد در پشتفت قید همه چی رو میزنن. بیا. این چشه؟ این که هیچ وقت اینطوری نبود. حرف حقیقت که آدم میزنه تلخ کل مصطفا. تو به این روزگار بیاد که پول چطوری آدم ها رو یهو از این رو به اون رو میکنه. آها حالا فهمیدم، بس قضیه یه دخترشه. آخه تو چرا ندونسته قضاوت میکنی بابا؟ چرا قصاص قبل از جنایت میکنی؟ تو هرچی به زبونت میاد میگی، ولی من که کار بدی نکردم بابا. پس چرا؟ پس چرا مردم پشت سرت لیچار میگن؟ پشت سر کی لیچار نمیگن؟ خب حق دارن که لیچار میگن. وقتی میبینن تو با ماشین آخرین سیستم این ور اون ور میری، اصلا بگو ببینم تو اون همه پولایی که برای من خرج کردی از کجا آوردی؟ من که همه چیزو بهتون گفتم. ولی دروغ گفته بودی. تو داری با آبرو و حیثیت من بازی میکنی. من فقط توی این مدتی که شما اینجا نبودید، فقط با پسری که با اون کسی که دوستش داشتم چند دفعه رفتم بیرون. فقط همین. چشمم روشن، همه چی داره برام روشن میشه. پس مردم راست میگن. دیگه حاضر نیستم حتی یه دقیقه تو رو ببینم. منم حاضر نیستم هرچی که به زبونت میاد نثارم کنی. من همیشه میگفتم یه لقمه نون خالی بخوریم ولی با شرافت زندگی کنیم. بعد از 60 سال آبرو داریم، حالا مردم باید پشت سرم زبونت بذارن. شما بیخود ناراحت شدین، اون هر کاری کرده برای معالجه شما بوده. میدونم، ولی دلم نمیخواست که با آبرو و حیثیت من بازی کنه. اون فقط یه پسری رو دوست داشته، فقط همین. خب پرخفه، ولی همینجا چالت میکنم. من خفه خون بگی. تو هم خفه خون بگی. پس شما هم میدونیم؟ البته که میدونیم. عشق را که قربانت نباید پنهان کرد. درسته. اون کیه؟ ها؟ به من بگین اون مردی که اون همه پول بهش داده کجاست؟ مومنتو یعنی مومنتو میدونین اون خیلی ریخت و پاش داره. اون از اوناست. ترسون دیمار بابا. اون خیلی آقاست، خیلی مرده. درسته. من جاشو نشونتون میدم. تو فکر میکنی از دست من چه کاری ساختم؟ شما نباید میذاشتین میرفت. اینو خودتون میدونستین که ما دخترای دیگه فرق داره. بله میدونم، خودم هم دلم نمیخواست اینطور بشه. یا آقایی اومدم با شما کار دارم. یکی با من کار داره. بله. من اومدم که از شرافتم دفاع کنم. من نمیدونم شما از جون ما چی میخواید. شما چی داریم میگید؟ تو آبروی ما رو بردی. بگو ببینم اون پولا رو برای چی به مریم دادی؟ غیر از این بود که میخواستی یه مدتی باهاش خوش باشی؟ اون برای من کار میکرد، منم مزدش رو میدادم. مطمئن باشین که مریم به شما خیانت نکرده. اون زن خیلی خوبیه. اون دختر منه. با خون دل بزرگش کردم. دلم میخواست یه سر و سامونی پیدا. ما شوهرش نیستیم. کی گفته من شوهرشم؟ پس گوش کنیم ببینید چی میگم. شما اصلا نگران نباشین. من فرهادم. من اون همدیگر رو دوست داشتیم. من الان میخواستم بیام دنبالش پیداش کنم. اون نباید از اینجا بره. یعنی اون پسری رو که میگفت دوستش داشته شما هستین؟ بله. ببینم اون الان کجاست؟ نمیدونم.
من باهاش دعوا کردم، گذاشتم از خونه اومدم بیرون. شایدم الان اون از خونه رفته باشه بیرون. یالا تا دیر نشده بریم دنبالش. زودشیم پدر، مسئله‌شیم. باید بریم پیداش کنیم. باشه، من حرفی ندارم، بریم. حالا نمیشه نه. باید برم، میخوام برم یه شهر دیگه، شاید بتونم همه چیزو فراموش کنم. این چه حرفی میزنی؟ پس فرهاد چی میگه؟ تو مگه اونو دوست نداری؟ دوستش دارم، ولی همون تا که دیگه نبینمش. گوش کن. پس منم با شما همراه میام گاراژ. مریم این چیه؟ بدیم ببینم. بابای عزیزم، حالا که شما من یه دختر بد میدونین، منم از این شهر میرم. دلم میخواست همیشه پیش شما باشم، ولی فکر کردم صلاح در اینه که ما باشم، ولی فکر کردم صلاح در اینه که مدتی از این شهر دور باشم تا آبا از آسیاب بیفته و مردم پشت سر شما کم تر بیچار بگن. از اینکه باعث شدم آب روی چندین سالی شما محل ریخته بشه معذرت میخوام، ولی خدا خودش میدونه که حقیقت چیز دیگه ایه. چرا باش اینطور کردین؟ چرا؟ نش تقصیر من بود. خب حالا چی کار کنیم؟ هنوز دیر نشد، اگه زود بریم میرسیم. خدافز بچه، همیشه به یاد شما هست. ما هم هیچ وقت تو را فراموش نمی کنیم. فراموش نمی کنیم. خدا حافظ. دوستان شما؟ آره بریم ببینیم، شاید از مریم خبری داشته باشه. مریم کو اتوبوس رفت بندر شو خونه خاله. بله بله، مومنتو من میدونم خونه خالش کجاست. الان نشوت میدم. خونه خاله از این بریم. صاحب کنیم منم برسم. این فکر کنم دیدی بهش برسیم. تربیتشه
یادشین بابا پیرشین گفتم برای ماشین بگیریم مرگ آقای راننده ممکنه مردونگی کنید بارا برسونید به اون اتوبوس سوار شی بچه سوار شیم سوار شیم آقا لطفا تونتر بگید دارم میرم قربونه یواش بابا این میله کنده نشه بیفتیم چی بخوای من بهت میرم فقط اون اتوبوس رو بگیر 500 تومن بهش من پول بده خیلی خب بابا خیلی خب تون تمام ساعتی 5 کیلومتر داره سرعت برو دهی گردن میکنم یه سیخونه که چیزی بهش بزن ببر چه باید حتما سنگین موتور داغ کرده هولش بدین داغ کرده یعنی هولش بدین آقای راننده جونا از بیراهه برو بسیم بگیریمش باشه بگیریم این جاده رو عین هو کف دستم وارد هم الان میرم جلوش تونتر آقای راننده تونتر میرم بابا دیگه اینجا دیزی میچسبه دیگه پای مچه یه پایی جلوشو بگیریم جلوشو بگیریم پیش پیش اسکوب مریم کجایی؟ من میخوام با طرف بزنم مریم بایش میکنم بیا پایی ما اومدیم دنبال تو نگاه کن خواهش میکنم بیا پایی مریم مریم اومد پایین مریم دخترم دخترم تو کجا میخواستی بری؟ با برای تو اومده دخترم فرهاد منتظرته برو پیشه خدا خدا نیستی؟ حق و اقدار میرسن یا نصیب و یا قسمت خب دیگه بچه هم که جای ما اینجا نیست بریم اردوی کار خودمون رو تحویل بدی اینا قبخش در اومده چشم افتو پس اونا چی؟ خب اونا پیش ما میمونن دخترم اونا با ما زندگی میکنن متشکرم آی بچه ها برگردی